بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام، امروز ما و شما میخواییم درباره یکی از گرامرهای زبان انگلیسی پست فجکتیف یا صفات ملکی صحبت کنیم. قبل از اینکه امروز ما و شما درس صفات ملکی را بخوانیم، نیاز است که بفهمیم صفت چی است. صفت میگه یک کلمه است که توصیف میکنه اسم، یا در انگلیسی برش گفته میتونیم adjective is a word which describes the noun. یعنی صفت توصیف میکنه اسم، یا میتونیم بگویم که توصیف میکنه از جانشین اسم که ضمیر است. پس خود توصیف کردن به چی معنا؟ توصیف کردن یعنی که خوبی یا بدی یک اسم بیان کردن. وقت تعریف صفت خواندیم، نیاز است که موقعیت صفت یاد داشته باشیم. صفت در دو موقعیت استفاده میشه، که قبل از اسم و دیگه بعد از افعال بودن یا to be verbs استفاده میشه، که to be verbs هم شما درس شده در سایه گذشته خواندیم. امروز میخوایم درس جدید به نام پست فجکتیف یا صفات ملکی را بخوانیم که صفات ملکی یا پست فجکتیف چی است. میگه صفات ملکی یعنی که قبل از اسم استفاده میشه، ملکیت و مالکیت نشان میده. یکی از موقعیت های صفت یه بود که صفت قبل از اسم استفاده میشه. پس حالا ما و شما درس صفت رو میخوانیم. یک نوعی از صفت است به نام صفات ملکی، که این صفات ملکی میگیم قبل از اسم استفاده میشه و ملکیت و مالکیت نشان میده. اگر در انگلیسی تعریف کنیم میگیم که پست فجکتیف are used before noun، یعنی قبل از اسم استفاده میشه، and show possession and ownership، و نشان میده ملکیت و مالکیت. yes. تعریفی پست فجکتیف. پس بیم ما و شما درباره از این نکته گپ بزنیم که وقتی میگم صفات ملکی، ملکیت و مالکیت نشان میده به چی مانا. ملکیت یعنی اما اسم یا چیزی را که ما دربارهش گپ میزنیم میشه ملکیت. مثلا ما میخوایم درباره مارکر گپ بزنیم که مارکر از من است، یا این صنف از ماست. این صنف یا مارکری که ما دربارهش گپ میزنیم میشه ملکیت. مالکیت از کلمه مالک گرفته شده، یعنی صاحب. پس مارکر میشم ملکیت و مالکیت، یعنی من مالک کسی میشم. اگر درباره صنف گپ بزنیم میگم که صنف میشه یک ملکیت و مالکش ما و شما هستیم. پس ملکیت یعنی اسم یا جسمی که ما دربارهش گپ میزنیم، و مالکیت یعنی که صاحبش. پس این گرامر ما و شما امروز میخوانیم که پست فجکتیف صفات ملکی، یعنی که قبل از اسم استفاده میشه و وظیفه‌اش این است که نشان بده ملکیت و مالکیت. اقسامش هم میخوانیم، باز شروع میکنیم برای مثال جور کردن صفات ملکی. خب دوستان گرامی، ما و شما یک تعریف از صفات ملکی یا پست فجکتیف یاد گرفتیم. حال میخوایم که 7 دانه پست فجکتیف برای شما نام بگیم. یعنی پست فجکتیف 7 دانه است که ما و شما میره نام میگیریم. پست فجکتیف یکیش از مای از من، یور از شما، آور از ما، دیر از آنها، هیز از او یعنی که مذکر باشه، هیر از او یعنی مؤنث باشه، و ایتس هم از او یعنی که بیجان. این 7 دانه پست فجکتیف است که ما شما باید یاد داشته باشیم. مای، یور، آور، دیر، هیز، هیر و ایتس. این پست فجکتیف است. ما شما مطابق این مزید پست فجکتیف مثال کار میکنیم. اما پیش از اینکه ما شما درباره پست فجکتیف مثال کار کنیم، مهم است که بفهمیم که چگونه پست فجکتیف در جملات فارسی ما شما تشخیص داده میتونیم، یعنی که با چی قسم جملات ما شما روبرو میشیم، و چه قسم در جملات فارسی ما شما تشخیص بتیم که اینجا در جمله ما شما صفت ملکی یا پست فجکتیف استفاده شده. اگر در جمله ما شما رابطه اسم با ضمیر باشه، مثلا اینجا ما شما داریم برادر او، برادر در کل میشه یک اسم، اما او چی میشه؟ ضمیر. پس اینجا میبینیم که رابطه اسم با ضمیر است. پس ما و شما گفته میتونیم که یک رابطه پسیف ادجکتیف میشه. یا مثلا در مثال بعدی گفته دوست شما، دوست شما، دوست در کل میشه یک اسم و شما میشه ضمیر. پس گفته میتونیم رابطه اسم با ضمیر است، یعنی که اول اسم باشه بعد از او ضمیر. وقتی که رابطه اسم با ضمیر باشه، ما و شما گفته میتونیم که این رابطه پسیف ادجکتیف است. یا مثلا کتاب ما، کتاب میشه اسم و ما میشه ضمیر. میبینیم که رابطه اسم با ضمیر است، پس گفته میتونیم رابطه پست فجکتیف است. اگر مثلا در مثال خود ما و شما قسم داشته باشیم برادر احمد، برادرم یک اسم میشه و احمدم یک اسم میشه. این رابطه دو اسم میشه، که در رابطه دو اسم ما و شما از گرامر اپاستروفیس استفاده میکنیم، که فعلا درباره این صحبت نمیکنیم. اما فقط ما و شما در جملاتی که ما برای شما در بخش صفات ملکی یا پست فجکتیف کار میکنیم، شما دقت کنین در رابطه اسم با ضمیر. یعنی هر جایی که رابطه اسم با ضمیر بود، پس اونجا رابطه پست فجکتیف یا صفت ملکی میشه. در صورتی که رابطه اسم با اسم باشه، اون میشه گرامر اپاستروفیس، که ما شما در اینجا بحث نمیکنیم. مثال دیگهش دوست جان، دوست هم یک اسم میشه و جان هم دیگه یک اسم. رابطه دو اسم است، پس ما شما گفته میتونیم که اینجا رابطه پست فجکتیف استفاده نمیشه، بلکه رابطه اپاستروفیس است. در جایی که ما و شما رابطه اسم با ضمیر باشه، او رابطه پست فجکتیف میشه.
پس مثالی هست میگه که برادری او، اگر ما شما بخوایم که برادری او را به انگلیسی بگوییم، میگیم که رابطه پوسفیکتیف است، به خاطر که اسم با ضمیر است. میگیم برادر از کی؟ برادر از او. میبینیم رابطه پوسفیکتیف، نامای پوسفیکتیف میبینیم که اینجا از او یعنی مذکر مؤنث بیجان سه دانه است. حالا اگر مقصد ما او بچه باشه، مذکر باشه، پس نشته میکنیم his brother مثلا. اگر دختر باشه نشته میکنیم her brother. دوست شما، اینجا پرسان میکنیم از کی؟ از خود. که مثلا دوست از کی؟ میگیم دوست از شما. از شما را چه میگه؟ your میگه. پس ما شما میتونیم نشته کنیم your friend. کتاب ما را نشته میکنیم که کتاب از کی؟ کتاب از ما. از ما را چه میگه؟ our میگه. پس نشته میتونیم که our book. خب دوستان گرامی، ما شما میایم درباره جمله سازی بخش صفات ملکی یا پوست فجکتیف کار استفاده میکنیم و گپ میزنیم که چه قسم میتونیم جملات زیر به انگلیسی تبدیل کنیم. در اصل ما شما فرمول خوندیم فاعل جمع فعل جمع مفعول یا کامپلمنت، یعنی فاعل جمع سبجکت پلس فعل پلس آبجکت اور کامپلمنت. مثال است، مثال اول میگه پدر شما میتواند کتاب بخواند. باز مطابق جمله سازی که ما شما در سایه گذشته خوانده بودیم، اول نیاز است که ما شما فاعل فعل مفعول سه گرامر اساسی را باید پیدا کنیم، مطابق از اون میتونیم جمله جور کنیم. گفته پدر شما میتواند کتاب بخواند. کار کی انجام میده؟ پدر شما انجام میده. در کل ما شما میگیم که پدر شما این میشه فاعل. تنها ما شما تو گفتن میتونیم مثلا پدر فاعل شوه، شما چی میشه؟ یعنی پدر شما یک رابطه است، درست است که یک رابطه است، اما پدر شما در کل میشه یک دانه فاعل. پدر شما میشه سبجکت فاعل. بخواند یعنی که کار پدر شما انجام میده، بخواند میشه فعل. عمل خواندن پدر شما بالای چی انجام میشه؟ کتاب. پس کتاب میشه آبجکت ما شما. میتواند چی است؟ میتواند در سایه گذشته خواندیم که میتواند کن است که ما شما بعد از فاعل استفاده میکنیم. پس اینجا ما شما فاعل خود باید نشته کنیم پدر شما، اما مطابق درسای گذشته که خوانده بودیم فاعل ما شما فقط یک اسم یا ضمیر بود، اما این دفعه برعکس یک رابطه استفاده شده که ما شما رابطهش میفهمیم که پدر شما یک رابطه پوسفجکتیف است. از کجا بفهمیم که رابطه پوسفجکتیف میشه؟ بر شما گفتیم به خاطر که پدر اسم میشه و شما ضمیر میشه، پس رابطه اسم با ضمیر است، پس ما شما گفته میتونیم که یک رابطه پوسفجکتیف میشه. حالا ما شما هفت دانه پوسفجکتیف خوندیم، نمیفهمم که کدامش استفاده کنم، مثلا مای، یور، اور، دیر، هیز، هر، ایتس. از این هفت دانه پوسفجکتیف کدامش استفاده کنیم؟ سوال میکنیم پدر شما، گفته پدر، میگیم که پدر از کی؟ یعنی پدر شما. از شما را ما شما خوانده بودیم که یور میگفت، پس اینجا نشته میکنیم یور فادر. یور فادر یعنی که پدر شما. حالا کسی شاید سوال کنه که استاد چرا مثلا فادر اول نامت؟ قسمی که ما شما گفته بودیم که پدر شما یک رابطه پوسفجکتیف میشه و پوسفجکتیف هم گفتیم که قبل از اسم استفاده میشه، چون یور یک صفت ملکی است یا پوسفجکتیف است، این قبل از اسم استفاده میشه. یعنی ما شما نمیتونیم که بگویم فادر یور، یعنی غلط میشه. اول اسم بگویم باز صفتش بگویم غلط میشه، باید بگویم یور فادر پدر شما. بعد از فاعل خود ما شما باید کن استفاده کنیم. کن یعنی که نوت گفته بودیم که کن و همیشه بعد از فاعل استفاده میشه. بعد از این ما شما میگیریم فعل خود رو نشون میکنیم، فعل بخواند فعل میشه، نشون میکنیم دیر فادر کن رید بوک میشه من حیث ابجکت ما شما. مثال بعدی میگه دوست او در خانه است. در اینجا میبینیم که فاعل کدام از این میشه. دوست او رو ما شما گفته میتونیم که دوست او میشه یک دانه فاعل. چرا فاعل میشه؟ چون ما درباره دوست او گپ میزنیم، یعنی یه فاعل میشه. ما شما از تعریف گفته بودیم که فاعل چیزی است که کار انجام میده، یا فاعل چیزی است که ما درباره اون صحبت میکنیم، پس ما درباره دوست او صحبت میکنیم، این میشه فاعل. باز میگیم که این رابطه پوسفجکتیف میشه. از کجا بفهمیم که رابطه پوسفجکتیف است؟ به خاطر که دوست یک اسم است و او میشه ضمیر. رابطه اسم با ضمیر است، پس رابطه پوسفجکتیف میشه. این رابطه پوسفجکتیف است، ما شما نشته میکنیم هفت دانه پوسفجکتیف داشتیم. حال مربوط ما میشه که اینمی او مقصد ما مرد است یا زن. اگر مرد باشه پس نشته میکنیم هیز. هیز نشته میکنیم. بعض دوست نشته میکنیم فرند، هیز فرند، این میشد فاعل ما، هیز فرند. دوست او فاعل شد، است فعلش میشه. این فعلش ها نشته میکنیم ایز. هیز فرند یعنی از درسای گذاشته از بخش تو بی ورب ما شما ای را میفهمیم که است میشه فعل تو بی ورب. پس هیز فرند فاعل در اول جمله نشته کردم، ایز میشه فعلش. هیز فرند ایز یعنی دوست او است. در کجاست؟ نشته میکنیم ان د هوم یعنی که در خانه است.
His friend is in the home. یعنی که دوست او در خانه است. جمله بعدی مکتب ما اعتدال است. نشان میکنیم مکتب ما اعتدال است. مکتب ما میشه فاعل. چرا مکتب ما فاعل میشه؟ به خاطر که این چیزی است که ما درباره ازی گپ میزنیم. حالا چه قسم نشان کنیم مکتب ما؟ نشان میکنیم مکتب ما را از رابطه پوزیتیو ادجکتیو استفاده میکنیم. چطور بفهمیم که این رابطه پوزیتیو ادجکتیو میشه؟ میفهمیم که مکتب یک اسم میشه و ما میشه ضمیر. یعنی که رابطه اسم با ضمیر است. وقتی رابطه اسم با ضمیر باشه یه رابطه پوزیتیو ادجکتیو است. پس نشان میکنیم our school، یعنی مکتب ما. Our school مکتب ما مونامیته. Our چون صفت است، صفت ملکی، پس ما و شما our قبل از اسم استفاده میکنیم. نمیشه که نشته کنم school our غلط میشه. Our school is، یعنی مکتب ما است. اعتدال هم داخل نشته میکنم. Our school is اعتدال. خب دوستان گرامی، ما و شما یک چند مثال کار کردیم در باره پوزیتیو ادجکتیو صفت ملکی. فعلا بازم مثال دیگه است که شما تا ایره درک کنین که میتونه رابطه پوزیتیو ادجکتیو یا صفت ملکی من حیث فاعل یا میتونه من حیث مفعول قرار بگیره. سه مثال قبل را که ما شما کار کردیم مکمل من حیث فاعل قرار گرفته و تا شما یک قسم فکر نکنین که تنها صفت ملکی یا رابطه پوزیتیو ادجکتیو من حیث فاعل قرار میگیره. میتونه من حیث فاعل یا میتونه من حیث مفعول قرار بگیره. میتونه در یک جمله همزمان به هر دوش باشه. مثلا اینجا میگیم مردم ما ایمیشه فاعل و رابطه پوزیتیو ادجکتیو استفاده شده. کمک میکنند میشه فعل، دوست او را مکمل دوست او میشه آبجکت. مطابق فرمول وقتی ما شما تبدیل کنیم مردم ما چون رابطه پوزیتیو ادجکتیو میشه. چرا؟ چون رابطه اسم با ضمیر است. مردم اسم، ما ضمیر، رابطه پوزیتیو ادجکتیو میشه. نشان میکنیم our people. Our people یعنی که مردم ما میشه فاعل. بعد از فاعل نشان میکنیم فعل خود کمک کردن. Our people help یعنی کمک میکنن دوست او را. فاعل ما و شما من حیث رابطه پوزیتیو ادجکتیو قرار گرفته و مفعول ما و شما که دوستی او را میشه بازم من مفعول است اما رابطه پوزیتیو ادجکتیو در اینجا استفاده شده. دوستی او را نشان میکنیم his friend. یعنی در این مثال ما و شما هم من حیث فاعل رابطه پوزیتیو ادجکتیو داریم و هم من حیث مفعول رابطه پوزیتیو ادجکتیو داریم. در دو فاعل و مفعول خود رابطه پوزیتیو ادجکتیو داریم. و مثال بعدی است میگه او احترام میکند مادرش را. در اینجا فاعل ما را میبینیم که او، پس نشان میتونیم هی فاعل میشه. احترام کردن میشه فعل respect. چون فاعل مفرد است فعلش ایس میتونیم هی respects یعنی او احترام میکند مادرش را احترام میکند. پس این یک نوع دیگه از رابطه پوزیتیو ادجکتیو یا صفات ملکی است که در یک جای ما و شما گفتیم که رابطه اسم با ضمیر باشه ما و شما تشخیص دادن میتونیم رابطه پوزیتیو ادجکتیو میشه. یا مثلا اگر کلمات مثل اش باشه، اش یا اش را داشته باشه، تان یا تان را، خود خود را، یا شان شان را، یا مثلا من من را داشته باشه یا رابطه پوزیتیو ادجکتیو میشه. کسی که گرامر پوزیتیو ادجکتیو نمیفهمه شاید پرسون کنه که ساز او احترام میکنه مادرش را، او را نمیفهمم هینوش تکونم احترام کردنم ریسپکت نشته کنم مادر میگه اشرا را چه میگه. اما این را کسی که رابطه پوزیتیو ادجکتیو میفهمه او درک میکنه که اشرا مادرش را این یک گرامر جدید نیست، یک لغت جدید نیست، بلکه رابطه پوزیتیو ادجکتیو نشان میده که اشرا تان را خود را شان را یا رابطه پوزیتیو ادجکتیو میشه که ما و شما میتونیم از رابطه پوزیتیو ادجکتیو نشته کنیم. حالا ما کدام پوزیتیو ادجکتیو اینجا نشته کنم؟ این قسم جملات رابطه پوزیتیو ادجکتیوشون از فاعل گرفته میشه. مثلا ما شما فاعل خود هی نشته کنیم پس اینجا نشته میکنیم پوزیتیو ادجکتیوش هیز. هیز مادر یعنی که مادرش. اگر مثلا فاعل خود ما شما شی نشته کنیم پس در اینجا هیز نشته نمیکنم، نشته میکنم هر مادر. به سیستم جور میه. مثال بعدی ما دوست داریم کشورمان را. ما میشه فاعل نشته میکنیم وی. دوست داریم، دوست داشتن میشه فعل نشان میکنیم we like. یعنی ما خوش داریم، دوست داریم. کشور میفهمیم country میگه. من را چه میگه؟ من را کدام لغت جدید نیست بلکه نشان میده من را که رابطه پوزیتیو ادجکتیو است. پس این پوزیتیو ادجکتیو هم ما شما میبینیم چون فاعلش وی نشته کردیم پس اینجا نشان میکنیم our country. پس در کل نتیجه گیری میتونیم که با
پوزیتیو د ما شما د مثالا د دو قسمت استفاده میکنیم یا به دو سیستم میتونیم رابطه پوزیتیو تشخیص بدیم. اولی که رابطه پوزیتیو د جایی که رابطه اسم با ضمیر باشه رابطه پوزیتیو است، یا مثلا د جملاتی که د من حیث آبجکت قرار میگیره که در او جملات ما شما کلمات مثل اش یا مثلا اش را داریم، تان یا تان را داریم، خود یا خود را داریم. این کلمات باز ما شما تشخیص داده میتونیم که رابطه پوزیتیو میشه و مطابق فاعلی که برای شما و شما انتخاب میکنیم این رابطه پوزیتیو برش استفاده کنیم. این بود از درس امروز ما و شما، جمله سازی در قسمت پوزیتیو یا صفات ملکی. انشاءالله که در درس های بعدی ما و شما در قسمت های گرامر بعدی گپ میزنیم درباره جمله سازی. خداوند یار و نگهدار شما باشد.